سلام. خب امروز میخوام راجع به یه موضوع خیلی جالب صحبت کنم و اون هم مخففایی که توی تکس ها و همچنین کپشن و پوست های این خارجی ها میبینیم، چون که من خودم خیلی مشکل داشتم، مخصوصا موقعی که با دانش آموزام صحبت میکنم، تکس میدیم یا مثلا کامنت میذارن و فلان و اینا، بعد از این ابریویشن ها یا از این مخفف ها خیلی استفاده میکنم و من اینجوری هم که شما دارین چی صحبت میکنین. واسه همین خودم باید بشم تک تک اینا رو سرچ کنم و ببینم که چی دارن میگن. همینطور شد که گفتم من بیام یه لیستی از اینا در واقع تهیه بکنم، لیستی که بیشتر استفاده میشه، بیشتر این چیزایی که دیدم، و بیام به شما هم بگم. تا وقتی که میرین زیر کپشن یه نفری، یه بازیگر یا هر کس خارجی میبینین که این مخفف رو گذاشته، شما هم بدونین چیه. همچنین آخرش هم میخواییم بگیم که ما چطور استفادهش کنیم، یعنی به عنوان یک افرادی که زبان انگلیسی بلد هستیم، ببینیم که چطور میتونیم تو پستامون از اینا استفاده کنیم، تو تکست استفاده کنیم وقتی با یک کسی صحبت میکنیم، و اینکه خیلی باحاله. بزنگه بریم. بریم سراغ اولین سری. TBH or TBF means to be honest or to be frank. پس اگر دیدیم فقط نوشته بود TBH یعنی to be honest، یعنی اگه بخوام رو راست باشم، or TBF to be frank اگه بخوام روک بگم، frank یعنی جسور بودن، پس یعنی روک و راست دقیقا حرفتون رو به طرف روبروتون بگین. بعدیش هست RN right now، همین الان، RN right now. بعدیش هستش BRB، be right back، همین الان بر میگردم. به فرض داری با یکی تکست میدی و برات سری میزنه BRB، یعنی مثلا الان دارم یه جایی سری بر میگردم، be right back. بعد BTW، by the way یه جورایی یعنی حالا از این بگذریم، یه جورایی میخوای تغییر مسیر بدی تو حرفت. مثلا داشتین راجع به مدرسه حرف میزنین، بعد یهویی میخوای بپرسی که مشق فلان روز چی بود، میگه که داره راجع به مدرسه میپرسه، مثلا آیا امروز هم مدرسه تعطیله، by the way what was our assignment on Wednesday، میپرسه که راستی، بهتر بگیم راستی مشق چهارشنبه‌مون چی بود. BTW، by the way. بریم سراغ لیست بعد. یکی خیلی بامزه است، ROFL، rolling on the floor laughing. ROFL، rolling on the floor laughing. roll که یعنی چرخیدن، rolling on the floor یعنی زمین، laughing یعنی از خنده رو زمین قش کردم، یعنی هم برای خودمون هست میگیم قش کردم رو زمین و اینا، یعنی که مثلا از خنده دارم میچرخم رو زمین، خیلی حرف خنده داره بوده. ROFL، rolling on the floor laughing. LMK، let me know. LMK، let me know. درسته که نوشته میشه let me know، ولی بیشتر میگیم let me know. یعنی که بهم خبر بده. مثلا میگه که من میدونم مدرسه ها کی باز میشه، بعد میزنه که LMK، let me know، بهم خبر بده. LOL که قطعا هم همون میدونیم، laugh out loud، خیلی خنده دار بوده، خیلی خنده دارم، بلند بلند میخندم. laugh out loud، LOL. NVM، never mind، یعنی فراموشش کن، مهم نیست. NVM، never mind. TTYL، TTYL، talk to you later. TTYL، talk to you later، یعنی میتونه موقع خداحافظی باشه، مثلا حرفاتون رو زدین و یارو مینویسه TTYL میره، talk to you later، یا یه اموجی دست تکون دادن هم میفرسته. خب لیست بعدی، IDK، I don't know، یعنی اینکه این به صورت تنها میتونه توی یکی از پیام ها بیاد، فقط نوشته باشه IDK، I don't know. TBA، To be announced. یعنی مثلا یه برنامه ریزی شده ولی دقیقا نمیدونن که کی قراره برن، چه روزی قراره برن مثلا اردو،
میزنن تو مثلا میزنن چهارشنبه، ولی برای تایمش میزنن تو بی تی بی ای، یعنی تو بی اناونس، یعنی بعدن بهتون اطلاع میدیم، بعدن اطلاع میدیم. در مواقع یعنی یه جورای اینترچنجبل هست. تی بی دی هم میزنن تو بی دیسایدد، تو بی دیسایدد یعنی بعدن تصمیم گیری میشه. و بیشتر بعضی وقتا مثلا من وقتی که توی این اسکیجول ها میبینم، توی برنامه ریزی ها میبینم، میبینم که زدن TBA/TBD یعنی to be announced or to be decided، همچین چیزی هم میبینم. پس یعنی که بعدن بهتون اطلاع داده میشه، یا TBD بعدن تصمیم گرفته میشه. این چیزا انقدر دیگه استفاده شده مثل TBA TBD و انقدر راحت میشه گفتش که حتی موقع حرف زدن هم میگن. مثلا من شنیدم که یکی داره یه جوکی تعریف میکنه، بعد سری بعدش میگه JK یعنی جوکینگ، یعنی داشتم شوخی میکردم. یعنی انقدر دیگه نوشته شده، انقدر دیگه عاشق خلاصه بندی هستن که دیگه جوکینگ هم میگه JK جوکینگ. بریم سراغ لیست بعد. این یکی طولانیه ولی استفاده میشه. ICYMI in case you missed it. ICYMI in case you missed it. پس ببینید چقدر میتونه در واقع تکست شما رو سرعت ببخشه اگر که بدونین هر کدوم از این در واقع ابریویشن ها یا این مخفف ها چی هستن. چون میتونی همین رو فقط بنویسی، مثلا به فرض به عنوان یه معلم من میتونم یه ویدیوی آموزشی که میدونم یکی از دانش آموزم سر کلاس نبوده برای خانوادش بفرستم و براش بنویسم ICYMI in case you missed it، یعنی اینکه اگر توی قسمت آنلاین کلاسمون ندیدی که این ویدیو رو من گذاشتم، اگر از دستش دادی in case you missed it، اگر از دستش دادی، اگر حواست نبوده، بیا این ویدیو برو ببین. IMO خیلی استفاده میشه. In my opinion یعنی به نظر من IMO or I see IMAO in my arrogant opinion یعنی اینکه بخوام نظرمو خیلی جسورانه و همچین بدون پرده بخوام بهت بگم. IMHO in my humble opinion. Humble یعنی فروتن. پس یعنی اگر بخوام نظر فروتنم و متواضعم رو بخوام بهت بگم، اینه نظرم. یعنی برای استفادهشم می نویسیم IMO و بعد نظرمون. In my opinion. و اگر یه کسی، بچه های مدرسه این کار نمی کنن چون نمی دونن که باید بعدش کاما بیارن، ولی وقتی که توی تکست می نویسین یا توی کپشن می زارین، بعد از اینکه اینو نوشین یه کاما و بعدش جمله بعدیتون رو بنویسی. یعنی مثلا ICYMI comma I posted here in case you missed it I post the video one more time here. پس اینو میذارم، یه کاما میذارم. بریم. البته این استفاده کردن ازشون رو آخر کار هم دوباره راجع بهش صحبت میکنیم. بریم سراغ لیست بعدی. EOD end of day FAQ frequently asked questions. FAQ خیلی کاربرد داره. مثلا توی آمازون وقتی که خرید میکنین، وقتی یکم سکرول داون کنین و صفحه رو ببرین پایین تر یعنی بالاتر، میبینین که نوشته FAQ یعنی سوالاتی که بیشتر پرسیده شده و احتمال داره سوالای شما هم توی اینا باشه، پس اینا رو بخونین و بعد ببینین که جوابا چی هست براشون. خیلی وقتا توی ایمیل مثلا یه چیزی رو اناونس میکنن یا خبرش رو بهتون میدن و میزنن که اگر سوال دارین please read FAQ first، یعنی please read frequently asked questions first. لیستش همون پایین میذارن یا مثلا یه لینک میدن میگن که اول این سوالا رو بخونین، اگر سوالتون توشون نبود بعد ایمیل بزنین سوال بپرسین. و این کارو میکنن برای اینکه تو وقت خوب صرف جویی بشه و اینها. مخفف مهم بعدی AKA also known as یعنی اینکه این چیزی که گفتن همچنین به یه اسم دیگه هم شناخته میشه، به یه چیز دیگه هم شناخته میشه. If I want to bring an example for AKA, I'd say Texas Tech University, also known as AKA TTU. Texas Tech
University, aka TTU, Texas Tech University. یعنی که مخففش کردم. ASAP که خیلی استفاده میشه. ASAP که دیگه توی حرف زدن میگیم ASAP. As soon as possible. ASAP or SAAP. SAAP. As soon as possible. این یکی که مطمئنم خیلی ها میدونن چون که کلی ویدیو راجع به اینا درست میشه. DIY. Do it yourself. ویدیوهای DIY یعنی این که ویدیوهای هستن که شما میتونین خودتون کار دستی درست کنین یا چیز میز درست کنین، یعنی do it yourself، خودت انجام بده، خودت درست کن. DIY. TIA. Thanks in advance. TIA. Thanks in advance. مثلا از کسی میخوان یه کار انجام بده و بعد مینویسین TIA، یعنی که پیشا پیش ازت متشکرم که این کار انجام میدی. LMG. Let me Google. Let me Google. LMG. Let me Google. بذار گوگلش کنم. NP. No problem. این NP رو من از زمانی که موبایل خودم داشتم که دوم راهنمای بودم حدوداً فکر میکنم 10 سال پیش NP رو استفاده میکردیم. پس فکر میکنم همه میدونن. NA. N/A که اینو توی فرما هم خیلی میبینیم، فرمای رسمی مخصوصا. Not applicable or not available. مثلا میپرسن که کد پستی ایران تو بگو. خب شاید شما نمیدونین یا مثلا اصلا کد پستی نداره، یه خونه یه که نداره، بعد توی اون فرم میزنین که NA، یعنی not applicable or not available. خب حالا بریم ببینیم چطور میتونیم از این مخففا استفاده کنیم. خب من اینجا 3 تا مثال جنرال یا کلی آوردم که در کل ببینیم چطور میشه توی تکست استفادهش کرد یا حتی توی صحبت کردن. مثلا رفتین به یه کسی ایمیل زدین، یه سوالی پرسیدین و اینطور جواب میگیرین. Thanks for coming. ممنونم که اومدی. I'll reach out by EOD. تا آخر روز بهت خبر میدم یا باهات در ارتباط خواهم بود. IMO, you can work on it. In my opinion, you can work on it. میتونی روش کار کنی. In my opinion, you can work on it. Please check the FAQ. لطفاً frequently asked question رو چک کن. لطفاً سوالهای مکرر، سوالهای زیاد تکرار شده رو چک کن. Please check the FAQ. Frequently asked questions. و همچنین میتونم یه مثال دیگه بیارم. اونم این هستش که I'll do that ASAP. I'll do that as soon as possible. من خودم خیلی استفادهش میکنم وقتی یه کسی ازم یه کاری خواسته و میدونم که میتونم زود انجامش بدم. I'll do that ASAP. I'll do that ASAP. Or I'll say, can you please do that ASAP? میشه لطفاً تا جای as soon as possible انجامش بدی. برای as soon as possible چی میشه گفت به فارسی؟ به زودی، تا جایی که میشه زود، یه همچین چیز نمیدونم. اگه ترجمه خوبی دارین لطفاً این پایین توی کامنت بذارین. و در آخر میخواستم بگم که مثلا برای این جمله آخر، من اگر میخواستم بگم برای این جمله IMO you can DIY. In my opinion you can do it yourself. میتونم بگم، ولی من خودم به شخصه تا حالا ندیدم جایی توی یه جمله، یعنی مثلا دیدم ولی خیلی اینفورمال بوده یا توی تکست بوده، مثلا خیلی هم کم دیدم همچه اتفاقی بیفته. واسه همین بهتر که تا جایی که میشه راحت یعنی ساده نگهش داریم، زیاد از این ابریویشن ها استفاده نکنیم. مثلا توی هر چند تا جمله من دیدم یه ابریویشن هست، یا مثلا اول جمله این ابریویشن هست و جوری هستش که بعضی وقتا باعث نمیشه که شما کلن نفهمی طرف داره چی میگه. هرچند که من با این بچه ها وقتی که تکست میدم بعضی وقتا واقعا متوجه نیستم چی میگن، حتما باید برم ابریویشنشون رو چک کنم. خلاصه این از این. و اینکه حتما حواستون باشه ابریویشن رو درست استفاده کنین، یعنی حرفایی که دارین مینویسین رو اشتباهی نذارین، یه حرف دیگه نذارین جای یه چیز دیگه، چون اول برای اون طرف شاید اصلا معنی نداشته باشه، شاید یه چیز دیگه است که ما نمیدونیم.
و خب خیلی اوضاع بد میشه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو هم دیدین و حتما یادتون باشه برای اون جمله as soon as possible که گفتم اگر یه ترجمه خوب فارسی دارین لطفا این زیر تو کامنت بذارین منم بدونم بقیه هم بدونن و اینکه یادتون رو لایک کنین، کامنت بذارین، شیر کنین و سابسکرایب کنین و تا قسمت بعدی فعلاً.